سرنوشت نامعلوم شورای عالی مصالحه و کابینه حکومت افغانستان در حالی که 3 ماه از امضای توافقنامه میان غنی و عبدالله بر سر تشکیل حکومت مشارکتی میگذرد، ولی هنوز اکثر وزارتخانه های کابینه حکومت افغانستان از سوی سرپرستان اداره می شود و هنوز به گونه رسمی از تشکیل شورای عالی مصالحه خبر نیست. شورای عالی مصالحه می گوید که بر سر تشکیل این شورا با برخی از رهبران سیاسی برای عضویت در کمیته رهبری این شورا مشوره های جریان دارد. ولی چرا رئیس جمهور و عبدالله در تشکیل شورای عالی مصالحه وقت کشی می کند و واقف به این وضعیت به مردم افغانستان چه خواهد بود؟ من رازقیار هستم و مهمانانی که در برنامه امشب بازنگاه بر این موضوع با من بحث خواهند کرد آقایان مطیب‌الله ابراهیم‌زئی، آگاه امور سیاسی، سید علیرضا محمودی، فعال سیاسی و همین گونه سید احمد احمدی، آگاه امور سیاسی از آمریکا در برنامه با ما خواهد بود. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. چرا فکر میکنین آقای ابراهیم‌زئی هنوز تشکیل نشده کابینه حکومت افغانستان و همین گونه شورای عالی مصالحه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانان در بس و بینندگان محترم شما. تاسو پوښتنه په ځواب کې زه باید داسې ووایم چې متاسفانه د افغانستان حکومت کې سیاسي اراده او سیاسي چمتووالی نه د ښې حکومتوالی شته او نه د سولې په اړخه یو سیاسي په اصطلاح اراده شته. هدف همدا ده چې دا د موږ اوسنی کوم نظام کوم حکومت چې ده دا د پردې مخې ته یو حکومت ده، دا څنګ کې یو سوره حکومت هم لري او د افغانستان خلک سخت سولې لپاره تګی دي. تاسو ډاکټر صاحب عبدالله د سولې په خاطر څو ګامه قرباني ورکړه، ای کاش نورو سیاسیونو هم دا ورکړی وای. تاسو که اوس زه یو مسلې ته اشاره کوم، هغه دا ده چې د افغانستان ولس باندې پرتیږي نه غږ کوم، خصوصا دغه سیاسي مسایل کې چې داخل دي لکه کرزی صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله، دا نور همداسې کسان، دا په دې خاطر زه مخاطب کوم چې هغه ورځې یو غړی یو سیاسي فعال او ښځه دا د شمالي په لار کې لاس لږ خراشیده سوی، دوی هره ورځ هغې پوښتنې ته ورځي. حالان داسې که دا پوښتنه سیاسي خو له ټولو نه مریض ډاکټر صاحب اشرف غني ده. یعنې ډاکټر صاحب اشرف غني ذاتي فکري توازن نه لري. ډاکټر صاحب اشرف غني د دې جوګه نه ده چې اوس ذاتي نور دا غټ مسؤلیت پر مخ بوزي، متاسفانه، او دا به ډېرې او غټه ننګونه وي سره له دې چې زموږ مصالحه یا سوله له خطر سره مواجه کوي، د موږ ټول نظام له خطر سره مواجه کوي. که تاسو ته په دې اخره کې د ده حرکات وګورئ، خصوصا دی چې کله دا راغواړي څورته وایي دا لیکوالان او فرهنګیان راغواړي او په هر کې توهینوي او وایي چې 40 کاله مخکې چا سواد نه درلود، حالان چې 40 کاله مخکې پانتون کابل پانتون هم و، پلیتخنیک هم و، درمعلمی د تعلیم تربیې پانتون هم و، خدای راغی او څو وخت رئیس د پانتون څه دیوال که غوښتلی د پانتون دروازه وتړي، متاسف ښه و خوشبختانه زه هلته پاتې نه سم. دا هغه څه دي چې زه وایم چې ډاکټر صاحب غني لکه چې ملا عمر 2 کاله مړ و، فرمانونه یې په طالبانو چلیدل، اشرف غني هم یو متحرکه مړی ده، یعنې متاسفانه باید ووایم. نو ښه به دا وي چې د موږ سیاسیون له دې نه چې د غازیادې زیارت ته هره ورځ عیادت ته ورسي، هغه به ډېر ښه وي چې دغه سیاسیون د ډاکټر صاحب غني عیادت ته ورسي او یو کړنلاره له دغه وضعیت نه چې خدای مه کړه که اوس موږ د ظاهرا د سیاسي خلا په کینې واقعې د قدرت خلا کې، خو موږ کرا کرا همغې خواته روان یو. چې دا به د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د نظام لپاره، د افغانستان د سیاسي وضعیت نظامی ازیت لپاره لستر ننګونه ای او خدای مکه مونږه دغه نظام چپایسي. د تاسو د خبرو نه مونږ څه پیام واخلو چې ولې د کابینه تر اوسه پورې نه ده تکمیل او ولې تر اوسه پورې د مصالحه شورا نه ده؟ تاسو ته درته ویل چې کله تاسو مریض ده نه غوړی چې ولسمشر مریض ده، د مشاورین او تعداد مشاورین عقده ای دي، د حکومت شاته دي، د پاسپورت دي، تامیان دي، غلطه مشوره ورکي، هغه نه غوړی چې اصلا د مصالحه شورا جوړ شي. او غواړي چې خپل هغه شخصي کړنلارې، خپل شخصي غوښتنې، خپل شخصي څوک په بانک کې ناست دي، هویت معلوم نه ده، بانک لاکوي. ښاغلي عبدالله مسؤلیت ده، ګورئ ډاکټر صاحب عبدالله مسؤلیت ده. زه همدا اوس هم ډاکټر صاحب عبدالله ته وایم چې له دې نه چې د مریضانو پوښتنې ته لاړ شي، ښه به دا وي چې ولس ته جواب ورکړه. هماسې چې په تېرو وختو کې قرباني ورکړي، اوس هم مخکې له دې نه چې لکه مجید قرار او لکه ګلرحمان احمدزی او لکه
احمد محمود لکه اسان خان احمدزی چې د ډاکټر غنی کمپاینر او بل ورځ خپل پارتوګ وست او سبا د دې کمپاینران د دې خواوشاته کسان چې دي ولس لاس د دې خن تور ول ویږي ډاکټر صاحب عبد الله سره لدی چې مدیریت څونه زوره ورده څونه کمزورې ده خو یو شی په ډاکټر صاحب عبد الله کې سس ډاکټر صاحب عبد الله د دې خاورې بچای ده امدل ته پیدا سو امدل ته بمړکی امدل ته بخکی ده د ما پیغام دی وبل ډاکټر صاحب عبد الله زیات مسولیت اوس مطلقا زتا سره موافقم ډاکټر صاحب عبد الله ته متوجه ده او دای د دې تمه نه لري زدا یک بار ډاکټر صاحب غنی سره ډیل وکا د ډاکټر صاحب غنی تاسو خبر یو تر پله کینی او ته وایزه د امان الله خان نیمګړې نیمګړتیا تکمیلو پوره کوم او ته وایزه ډاکټر عبد هغه غازی امان الله خان د غربیانو نه را ماسره د اول د خپل خزه ته نه ګوري زدا د خزه پاسپورت د کوم جده دغه خد د کل خزه افغان او د تا خزم غربي ده خو او شټول تامیان دي ان دا چی خي دا دا خي چې ډاکټر صاحب غني زتي فکری ثبات له لاس ورکړي او خغل عبد الله سره مصلحت کوي او خغل عبد الله هم متاسفانه او سره مصلحت کوي زو ان چې مصلحتونه راوزه د مریضانو له پختنه نه راوزه د مریضان دونه ډیر مهم هم ندي چې هر ورځ پختنه ته روانه دا به خي چې د افغانستان پولیس غږ وکړي په خپل اخوا او شاو سیاسي یا په خواني متحدين یا وسني متحدين باندې غږ وکړي سیاسي اجماع رامنځته کړي دا چې خدای مکرس موږ سره چې لږیږي موږ بل ګواخ سره مواجه چې هغه دی ولسمشر صحت لا غو رئیس رئیس ته ماده د وضعیت لیدلای اندخ من نه لرم دی او دی افغان په صفت کامل صحت نه لري آقای محمودی فکر میکنید کجا کار میلنګه چرا دو رهبر نمیتونه که حداقل شورای عالی مصالحه را تشکیل شروشن بکنه و کابینه حکومت افغانستان که د تعریف دولت و حکومت بالاخره می کابینه واضح است چرا نمیتونه که شکل بده کابینه را بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و دوستای شریک در بث به بینندگان محترم سلام عرض میکنم ببینید دو بود داره بعد از توافق سیاسی که بین دو رهبر بعد از مدت ها به امضا رسید بخشی از کابینه که مربوط رئیس جمهور غنی بود معرفی شد ولی بخش دیگه کابینه که مربوط دکتر صاحب عبدالله بود اونا به خاطر تقاضاهایی را که در تیم دکتر صاحب عبدالله وجود داشت و باید رضایت تیم در نظر گرفته می شد اینا یک چند پست مشخصی برای وزارت داشتن این را باید رضایت تیمی را که با اونا در انتخابات بود می گرفتن و عناصر و افرادی را معرفی می کردن که جلوگیری می کرد از فروپاشی و تیم یک بحثی مهمه که بود هر دو تیم در تلاشی بودند که هم پیمانان خودشان را نگه دارن به خاطر بحث صلح و بحث پروسه مذاکرات بین الافغانی و مسائل بعد از او و این یک مقدار همه گم میدانیم که از جانب دکتر صاحب عبدالله به درازا کشید بحث دیگه که پیش آمد از یک طرف مذاکرات صلح بود و توافقی که امریکایی ها با طالبان داشتن و این توافق هر روز فشارهای هم از جانب ایالات متحده آمریکا بر حکومت افغانستان به صورت کل وجود داشت در رابطه با تصریح روند گفتگوهای بین الافغانی که در نتیجه دیدیم جرگه مشورتی صلح برگزار شد و مسائلی که یعنی یکی از عملای تحقیق بله دقیقا و مشکل اصلی را شما در که میبینین مشکل رئیس جمهور است یا آقای عبدالله ببینین مشکل دری نیست نه دکتر در دی قسمت حالا تنها در رابطه با مسئله کابینه من فکر میکنم نه دکتر عبدالله مشکل داشتن نه رئیس جمهور ببینین شما هر کدام اینا یک عقبه ای دارن بعد رضایت ایره بگیرن حال چطور میشه ببینین خب مشکل به همین شما در سه ماه مردم میان از صفر حکومت مردم حق دارن ببینین فضای سیاسی کشور فضای خوبی نیست فضای امنیتی وضعیت امنیتی رو همه که ما شما ببینیم طالب خب یا باعث شده که وضعیت همین قسم باشه ضعف اینا است که وقتی شما میبینین اینا نمیتونن یک وزیر را انتخاب بکنن به یک وزارت چطور میتونن افغانستان را مدیریت بکنن خب بالاخره نتیجه میشه که جنگ بیه به کابل ببینین متاسفانه ایره باید قبول بکنیم که عدم تدبیر در مدیریت کلان کشور باعث شده که وضعیت افغانستان و وضعیت ما و شما در حال حاضر چنین باشه از طرف دیگه هم ما شاهدی بودیم که در مذاکراتی که امریکایی ها با طالبان داشتن به توافق رسیدن و دیگه تمام فشار هم سیاسی و هم نظامی جنگ شد بالای نهادهای امنیتی افغانستان حکومت افغانستان و امریکایی ها به یک شکل طالبان هر روز بیشتر برایشان میدان دادن یک وقفه میگیریم باز بستانه تکمیل کنین وقفه کوتاه
به ادامه برنامه خوش آمدین. یعنی آقای محمودی شما میگین که نه رئیس جمهور مشکل داره نه آقای عبدالله در تشکیل کابینه و شورای عالی مصالحه، مشکل اصلی از دو تا تیم است، اینا باید یک دفعه ببینن. همونطوری که در ابتدای برنامه شما هم ذکر کردین که اینا با تیم هایشان و با رهبران سیاسی کشور در حال رایزنی هستند تا اینکه اعضای رهبری شورای عالی مصالحه انتخاب شود. مشکل افغانستان خوب خصوص در این مرحله ای که بحث مذاکرات و بحث صلح وجود داره ای است که حکومت میخواد که به یک شکل تمام جریانات سیاسی داخل نظام و زیر چتر نظام جمهوری اسلامی افغانستان در پروسه صلح حضور داشته باشند، رایزنی هایی که وجود داره، دغدغه هایی که ممکن از اونها وجود داشته باشه و همینطور هر تیمی با هم پیمانهای خودش در حال رایزنی هستند که آنچه که در شورای مصالحه میبراید کسانی که در اوجه حضور دارند بتانند که نمایندگی از مردم افغانستان بکنند. اگر چنین یک کار وقت دیگرم میگیره من فکر میکنم نه و من سمخ شده برداشت نمیست که در ظرف دو سه روزی آینده آنچه که همین روز بعضی از رسانه های اینا درس کرده بود در دو سه روز آینده هم کابینه تکمیل میشه و هم شورای عالی مصالحه اعلام خواهد شد. احمدی صاحب د تاسو لیدلوری څه د فکر کوي د څه شي پر سر جنجال روان ده د ښاغلي عبدالله او غني تر منځ درې میاستې کېږي چې دو دواړو وکړه کړې پر توافقي حکومت نه لا تر اوسه پورې کابینه تشکیل ده او نه هم د مصالحې شورا. مننه، سلام تاسو د بس درنو ګډونوالو ته او درنو لیدونکو، زه فکر کوم دلته بس دا چې کابینه نه تکمیلېږي دا هم یو فشاری حرکت یې زه غواړم ډېری د رئیس جمهور له ادرسه څه چې دی غواړي چې د هغه 50% چې ډاکتر صاحب عبدالله سره هغه برخه د حکومت منلې ده هغه کې هم دی غواړي چې هغه کسان راشي چې خپل حکومت یې غواړي، چې دغه څه بیا د مقابل ټیم تر اوسه پورې دې ته هم آماده نه دی او د دې په ټیم کې هم ډاکتر غني غواړي چې انتخاب ولري. دلته بس څه شي دی؟ بس دغه دی چې په څه ډول دوی غواړي دا د سولې خبرې خبرې کړي، هغه مقابل ټیم څه ډول په خپل داخل کې مصروف کړي. دلته بس دغه دی چې دوی په دې باندې مصروف دي دا چې کابینه نه جوړېږي، دوی کې مستقیما خپله ډاکتر غني او د ده ټیم او هغه مشخصا د بتمر او د فضل صاحب لاس کې دغه دوه کسان مشخصا په دې کې لاس لري چې دغه لوبه نور هم خرابوي او هغه منفي نظریات دې دپاره وکړي څو شي وخت ضایع سي د سولې څخه هم فاصله پیدا سي، مقابل ټیم هم په خپلو جنجالو اخته سي او دوی ته د غلا او د چور د زمینه او فرصت ورته مساعد سي. په دې کې بل هېڅ منطق نشته په دې موضوع کې. بله، اوس فشار په چا باندې راوړي؟ تاسو ویلي چې دا یو فشار حرکت ده په ښاغلي عبدالله باندې. طبیعي ده ډاکټر عبدالله په تېرو 5 کلنې دورې کې دا حداقل په دې وتوانېدی چې تر یو حده پورې هغه کسان چې پر دې د دې نه ناراضه او په دې 5 کلو کې دې راټول کړل نسبي یو منجمنټ یې وکړي یا د جمعیت په ادرس باندې هغه همفکران د جمعیت ته فیصله یا جمعیتیان یا همفکران د جمعیت دا یې مکمل سره راټول کړل، زمینه یې ورته مساعده کړې، یا یو مشاور کړي، یا یو چیر یو وظیفه ورکړه، بالاخره راضي یې کړې، یو ټیم یې ځینې جوړ کړي. دغه ټیم بالاخره انتخابات ته راغلی، انتخاباتو کې هم هغه ډاکټر غني د ټیم د ادرس څخه یو جنجال ورته جوړ شو، چې بتمر صاحب هغه خواته کاندید شو، بالاخره کاندیدي خرابه شوله، پاتې دی په آخر فاینل ته فیصله سره ووتله. هغه چې سره ووتله او په انتخاباتو کې ډېره واضح خبره ډاکټر عبدالله ګټلې او ډاکټر غني نه وګټلې، دا ټول ته واضح او د تقلب او د زور په هر ادرس باندې دا سړی رالی کښېنسي. نو اوس د دوی وهم دغه دی چې دغه ځان دپاره یو واحد ټیم مقابل طرف نه پرېږدي. یو کولای شي د سولې په خبرو کې یو مؤثره ګام ولري، ممکن اطمینان نسبی، او بله خبره دغه ده چې دغه یو واحد ټیم د دوی د زیان په خاطر دی چې نه ټیم لږ نه فقط یو څو کسه د منافع پر اساس د ده سره همفکر دي او ورسره راټول دي. هغه کسان چې تر پرونه پورې قرآن او قسم ورته خوړي د دوی پر ظرفیت باندې پر توانمندۍ باندې نن ټوله پښېمانه دي او ټوله خپل د خپل کړو وړو څخه بېزاره شوي دي چې دا سړی نه متفکر دی، نه په څه پوهېږي، نه په اقتصاد پوهېږي، نه په سیاست پوهېږي، نه د مشرانو سره په مجلس او په خبره پوهېږي او نه هم د ځوانانو په شفقت باندې پوهېږي. ولې ګورې احمدي صاحب، فکر نه کوئ دا هم عادلانه ده ټوله پړه واچوو په ولسمشر باندې؟ مثلا زه دلیل ورته وایم،
په کراتو سره هر ګویلی چې ښاغلي عبدالله د خپل 50% سهم لا تاسو پورې حکومت ته نه ده معرفي کړی، یا د مصالحې شورا وګورئ، دا مستقیما د ښاغلي عبدالله مسؤلیت ده چې را دسې د مصالحې د شورا غړي د وټاکي، یا د اوس ګورئ ښاغلي عبدالله دوه کسه ټاکلي، یو یې ځانته ویان ټاکلی، یو یې رئیس د دفتر. موږ تر اوسه پورې د دې شاهدان نه یو چې ده د یو کس بل ټاکلی. نو دا خو نه کېږي چې ولسمشر د راسې د ده د دفتر غړي د وټاکي، د ده د شورا ازاد هم وټاکي. ولس مشر خپل په دفتر کې تعینات نسی کولای، د دې دفتر په بلاډې لري بیل باسي. زه په دې باور یم چې دغه ولې دا د سولې شورا په درو برخو باندې ویشل کیږي. د سولې وزارت څه شي لپاره جوړ، د سولې شورا څه سوال، او د مصالحې عالي شورا ولې دغه یو کار په درو برخو باندې ویشل کیږي؟ خو طبیعي دی چې دلته څه هدف شته، یو د مشکل شته په دې کې. هدف دا دی سولې وزارت، سولې وزارت یې ایجاد کړي، ورته چې یا به دا طرحه جوړي، یا به پلان او پالیسي ورته جوړي، او دا پیسې او دا فنډ به ټول راځي. هلته دی څوک غواړي؟ ډاکټر غني هلته دی غواړي خپل کس کښېني، چې دا پیسو مجرا یا دا پیسو چې نه ده د په لاس کې. هلته ډاکټر صاحب عبدالله وایي نه، دا پیسې نو د زما د خوري سره دی، د پیسو پرایس بس دغه دی. په تاسو باور وکړئ که دغه دوو نفرو اختلاف پر ملي مسایلو دا دی، پر خپل جیبو، پر خپل ګټو باندې دی. او دا چې ډاکټر عبدالله خپل ټیم نه ټاکي، دا ډېری ارتباط بیرته مقابل طرف ته لري. خدای به یو لیست جوړي ورکوي، بیا و ارګ ته ارګ به هغه امضا کوي، او بالاخره به خلک معرفي کېږي. دی نور سره مني هغه کسان چې د مقابل طرف ټاکي. یعنې دغه بازي لیست ازاده سوې نه دی چې ته ماته لیست راکړه، هر څوک چې زه منم مقابل کې زه کار ځینې غواړم، بس دا کار نه دی. بس د دې دی وای دغه زما نه دی، فرش ته یو بل څوک ماته معرفي کوي، ورته وایي زه بل څوک نه لرم. دغه دلیل د دې چې کابینه او د مصالحې عالي شورا کار نه کوي. یعنی مصالحې په عالي شورا کې حکومت د دې طرفدار نه دی چې د دې افراد نه یې پکښې، زه وایم باید یې پکښې. ولې دا یې د ډاکټر عبدالله په سامیه وکړي، اوس هغه بیا ډاکټر عبدالله نه مني د دې افراد هغه کسان چې د مصالحې عالي شورا کې دی لپاره راسي، ورته وایي زموږ په کارو کې خنډ راته کېږي، مشکل راته ایجادی. دغه مننه، انشاءالله بیرته تاسو ته احمدي صاحب اتمن درګرځو. بل اوس دلته ابراهیم زای صاحب فکر نه کوي دام نه عادلانه ده چې دغه روان وضعیت ټوله ستونزه راولو پولیس مشر واچو؟ توافق نامه لاسلیک شوی د ښاغلي عبدالله او د ښاغلي غني ترمنځ صحیح ده. ښاغلی غني به ستونزه لري، ولې 50% سهم ورکړل شوی ښاغلي عبدالله ته؟ درې میاشتې کېږي تاسو لیدلی چې یو کس د ده معرفي کړی چې دغه کس یو والي، یا دغه کس یو ولسوال، دغه کس یو وزیر. کله چې ولسمشر یو څوک معرفي کړي، 15 والیان مقرر کړي، وروسته د هغه نه ښاغلی عبدالله راغی، بیا ویلي وایي دا ما سره مشوره پرې باندې نه وه سوې. یا بیا اوس وګورئ درسته کابینه داسې ویل کېږي لکه احمدي صاحب مې ورته اشاره وکړه، ده وړي د خپل د خورۍ پښو لاندې ایښي، د هغه ته ګروګان پرېښي، وایي یا به مې د خورۍ دغلته وزیرېږي، یا یو وزیر نشته. نو دا خو هم بیا یو غټ خنډ ده. که نه زه فکر کوم چې دا توافقنامه تا حتماً لوستې دی راز صاحب، او په ضمن دې کې ته زه پوهېږم باسواده او د حقوقو شاګر دی، حقوقو باندې پوهېږي. کومه توافقنامه چې سوې کسان باید ډاکټر صاحب عبدالله لخوا وړاندې سي، لس ترتیب سي، منظوري ډاکټر غني وکړه پروتوکول له لحاظه. ارګ وایي تر اوسه پورې نه ده معرفي کړی. دا دروغ وایي، تاسو ګورئ ارګ څه نه وایي. ارګ وایي وایي په د شمالي په لار کې په هغه لې باندې معاون د اول د ریاست جمهوري وایي طالبانو برید پرې کړی، رئیس د امنیت وایي چې دا کار د داعش ده، اولا چې هغه د موټر ټکر ده. ښه، نو تاسو د هر کومه خبر منئ؟ اصلا مسله دا ده چې دغه خلک پاپولیستي حرکتونه کوي، ځان سره هم دروغ وایي، خپل متحدینو سره هم دروغ وایي، سیاسي شریکانو سره هم دروغ وایي. دوی یوارې وایي چې نه ده را معرفي کړی. کله چې هغو دغه لست په اصطلاح رسنیز کې، نو بیا دوی وایي چې په دوی کې داسې کسان څه څه د وزارت وړتیا نه لري. زه به اوس دلته لست وکړم چې د دتا وزیر د معرف کومه وړتیا لري. په دري په پښتو نه پوهېږي، خامکدوزي مسلک ده، 50% هغه دې ورته تسلیم کړی، منابع بشري د افغانستان ورته تسلیم کړی. دتا وزیر وړتیا لري، بشیر احمد تنج وړتیا نه لري. دتا اجمل احمدی نه مور پلار معلوم ده، نه پلار معلوم ده، راوستلی ده د بانک رئیس دی کړی، کمرې ګل کوي، د ورځې $1500 معاش اخیستی، هغه وړتیا لري، د ده ټیم نه لري. زه د ډاکټر صاحب عبدالله وایم نه، د ډاکټر صاحب عبدالله په ټیم کې نیمګړتیا وسته. هغه رویه چې په ډاکټر صاحب عبدالله باندې اوس ډاکټر غني په 15 کلنه دوره کې هم مختصه وایي. که تاسو ډاکټر غني پخوانی ته وګورئ، ډاکټر صاحب غني د کمپاین په دوره کې 14 سکرټران بدل کړي وو. ډاکټر صاحب غني چې بل څوک پیدا نه کائنه کې ځان سره جنګ کا. ډاکټر صاحب غني خپل کوم متحد سره وفا کړی؟ احمد ضیا مسعود سره وفا وکړ، ښاغلي دوستم سره وفا وکړ. دا هغه څه دي چې واضح دي. نو دا د بدبختۍ اصلي لامل ډاکټر صاحب غني ده. خو ډاکټر صاحب غني وزیر اعظم دمه بوخلو بریم چې بیا بس په تفصیل سره تکمیل کړي. لنډه دمه لرو.
د خبرونه پاتې برخه ولې ابراهيم زيسه راځي بل ډول باسو کو سيد ډاکټر غني به نه مني کنه خو ته خو یا وری راسه دغه لیست شامل کوي دغه یو لس کس د ما وزیران دي دغه باید دغه وزارت کې معرفي سي د خلک کو شنو په وزارت ډاکټر عبد الله د افغانستان وضعیت خه درکې ډاکټر صاحب عبد الله د خپل څه تر اوسه محمود صاحب باز خبرته اشاره درلوده چې ډاکټر صاحب عبد الله د خپل القیته تر شا په خلکه کړی وای د افغانستان درې پلیو دونه چې ډاکټر غنی د خپل خځې او د فضلی او د اتمر د تاثیر لاندېسته ک ډاکټر عبد الله د دې په شلمه ایسه د خپل متحدینو په خلو وکا او اوصله بردباره نه کار ورنخري د افغانستان دوا پلین شپک پدې کیږي ک ډاکټر صاحب عبد الله 15 دقیقې تاسو ته فکر وکړي ډاکټر صاحب عبد الله خپل غ دریز نه لک نه وای راخته سوې قرباني نه وای ورکړي او یو کس احمد یا محمود په نام د وزیر داخلي او وزیر دفاع د بولست ور معرفي کړو تاسو به دا اردو پولیس نه درلودل نن دا واقعیتونه بیا بل تعبیر مست اجازه راکې د خغلی عبد الله منتقدین وای وای د ته یو ریاست په کار ده مهم نه ده د ریاست غټی کوله کوي یو ریاست ورک نور څه هر کیږي دمه نه ما تر اوسه د تویر سي ډاکټر صاحب عبد الله په ظرفیت باندې زه کار نه لرم اما باز شهر باز مثبت پوینټو ته تاسو متوجه اوسئ چې ډاکټر صاحب عبد الله ان هغه څه چې مال نږدې لیدلې نه غواړم چې وزتی په میډیا کې وایم دا مسله دا چې خپل انحصار د کرکټ بورډ لوی صورت وایي آلا سرپرست بل اورز بده نان بایان و آلا سرپرستی بل اورز بده اواکش سوپروایزری کله بعد شاروالی دا ها سیدی تیم میمزرما ټوله د ما تاسو ته دکتور رسل ډاکټر صاحب غنی د سیاسي لحاظ وړتیا د مدیریت د مکتب نه لري ډاکټر صاحب غنی د سیمی لحاظ د ماموریت د شپږم بس وړتیا نه لري ډاکټر صاحب غنی روانی مشکل لري ډاکټر صاحب له این فکری تمرکز نه لري شاته باز ټامیان د پروت دی چې سورې دی سورې ورته حکومت ورته وای سو کو به خرڅې وزارت خارجه د وظیفه وزارت خارجه ډیپلوماسي ده خدای دی وو په کار کې ګوتی وی وزارت اب خبر نه ده پولیسي جره خبر نه ده څوک مقرریا نه کې دغه والیان چې مقرر سی وي چې فکر کوم چې ډاکټر صاحب غنی چې کله کله ګولې مولې اخري ذاتی دا به داسې وخت کې امضا کړی چې ډاکټر غنی په پاسل میډیا خبر سوي چې ما څوک والی مقرر کړي صاحب په تعیناتو اتمن بس کو ولې ابراهيم صاحب خغله غنی اوس دغه تکلیفونه پیدا کړی یا مخکې لرل مخکې د دین څخه خغله عبد الله سره وکړه لیک لاس ګورې ډاکټر صاحب عبد الله مشکل دا و چې دوی خبره چي سو خبر اصلا څلته د سولې پروسه راغله دلته مونږه اجماع ته ضرورت درلوده د سولې په مقابل کې چې دا نظام ته که ډاکټر صاحب عبد الله سره وکړه لیک نه وای کړی دا ته دا ډاکټر غنی د صدا محاسبه نه لري او دا محاسبه طالبان لري غواړي چې دغه جانب مقابل واحد یوې ډلې سره وغږیږي هر ورځ تاسو کومه ډله د سولې په نامه را جوړوي تاسو ګورئ چې د حکومت مخالفت کیږي اصلا دا په کار د سیاست کې جناب رازخیار صاحب اجماع باید رامنځته کړي ولسمشر باید اجماع رامنځته کړي د په جمعیت کار کا پیسې ورکړي جمعیت ټوټه ټوټه کوي په وحدت کار کا وحدت ټوټه ټوټه کوي په خپل حکومت کار کا حکومت ټوټه ټوټه کوي زه د توایم چې دا څونه وخت د والی د نګرار والی نه دا خو د ډاکټر عبد الله سهمیانه ګوري دا داسې یو مسله ده چې ډاکټر غنی له خپل کمیس سره جنگ کوي له خپل کمیس سره ګټه چي ده ګټه اداره مشکل لري ګټه ده چې ځتی د افغانستان کې مسولیت نه لري خزې خارجي ده اولادونه په امریکا کې ناشتي سور ټامیان هم چوروړان دي هغه هم دلته دوه پاسپورت دي سبا افغانستان کورانی دوی تختی ګټه ده دوی ځتی مسولیت نه لري اصلا دا ولې دا کار کوي دا ولې ست ده د ته خو او شا القا غلاوی ډیری کړی په دې خاطر چې دغه نظام ملنګ سي دوی غلاوی پټی سي دوی اتا د سولې مخالفت کوي یعنی اوس دوی د ته نستونی بد وهلی چې نظام ملنګ کې تقریبا یا به دی وای مونږ په قدرت کې یا به نظام رنګي کې کپندغه منوال مونږ ته مختلف او ماتروس هم درته ویل سه په سیاسي نو باندې غاکه په ډاکټر صاحب عبد الله غاکم سه ډاکټر صاحب ډایرکټ غنی چې ما پرون هغه ورځ ویل زله مخینه هم پویدم ما په خپل فیسبوک په پانه باندې مولیکل لکه مخینه هم پویدم سه ډاکټر صاحب غنی د سهیل لحاظ مشکل لري خدا دې پرونې ناس ته می چې ولیدا دا د حرکت می چې د استقلال په ورځ د غیکلیل د ګل په مقابل کې ولیدل دا شهر می چې دې ولیدل ز در سوه يم چې خدای نه کړم یو خلاد قدرت سره مخامخ نو دا بیا څوک نسی راټول وره زیات مننه خوب دو تا انتقاد یکی کې رئیس جمهور مانع صلح هست آقای احمدی میگه با می حرکتاش میخه کې بروند صلح مشکل ایجاد کنه حرف دوم موقع ابراهیم زای میگه کې رئیس جمهور آستین بر زده به اینکه نظام را بالاخره از هم بپاشونه به خاطر از اینکه دزدی بسیار کرده هم میخواه گم شوه هم این قصه خب نظر آقای عبدالله است من احترام دارم ولی واقعیت هم رمیز که در شرایط فعلی که ما قرار داریم و افغانستان امروز در او قرار داره و کسانی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستند و دستاوردهایی را که حداقل در 20 سال گذشته مردم داشته تجربیات تلخی که از گذشته داریم
همگی یک چیز برای همگی ما، بخصوص ماهایی که میایم با رسانه ها صحبت میکنیم، مسئولیت ما را مضاعف میکنه و وی هست که نگذاریم و یا به یک شکلی باعث و بانی نفاق ها و شقاق ها و مسائلی نشویم که همو وضعیت فعلی ده که هم هست بدتر شده. منظورتون چی هست؟ ببینید ما فعلا دو انتخاب داریم. یک انتخاب است که انمی حکومت است با تمام وضعیت و ناهنجاری هایی که وجود داره. همه گی ما مشکلات رو درک میکنیم. بله مشکلات در سطوح بالایی هست، مشکلات در مدیریت کشور هست، مشکلات در ناامنی ها هست، ولی راه حل چیست؟ بیشتر هم عرض کردم که همگی باید در جستجوی باشه که اگر ما خصوصا در بحث صلح ما بیایم، اگر جناب احمدی صاحب در امریکا هم از آرزوی صلح برای کشور داره، اگر شما هم هستین، همه مردم هم فرصت صلح میخواید. ولی میگن رئیس جمهور مانع صلح هست دیگه. ما خب در مورد این مانع صلح ما وکیل و مدافع و یا در جریان هم نیستم، ولی واقعیت هم رمیز که تا هنوز رئیس جمهور و یا دکتر صاحب عبدالله در بحث جمهوریت و دفاع از دستاوردهای مردم افغانستان، چی در مذاکراتی که با خارجی ها داشتن و چی در مسائل داخلی، تا هنوز تاکیدشان بر امی بوده. حفظ جمهوریت. حفظ جمهوریت، حفظ این نظام. ببینین ما آمدیم در این حرفای پیش از وقت تاثیر باز بره که طالبا وقت در یک میز شیشتن چانه بزنن. ببینین ما یا اجازه نمیتن که یک دفعه که تمی طالبا در یک میز بشینن میان میگن قصه جمهوریت. نه خواه. نه ببینین با طالبا جمهوریت هم انتخاب با طالبا چیکار کنین؟ فقط همین قدر مانده که رئیس جمهور بیای طالبا را بگن که بایدتون بیان در گروه سه جمهوری ارگ تسلیم شوین. خب شروط را که اونا گذاشتن نامریکا تمام شروطی که شروطی که طالبان با امریکایی ها گذاشته بودن، نه با حکومت افغانستان، و تمام شروط عملی شده. ما بیش از 5000 زندانی طالبا از زندان ها رها شده، بازم اکتفا نشد، گفتند که یک لیست مشخص دیگره. حتی بحثی به اصطلاح شد که قاچاق برای مواد مخدر هم طالبا گفتن رها شده، که رها شده، بخشش رها شده. و همه ای خواسته اینا ببینید تو به صلح امروز در زمین طالبان هست. مردم افغانستان میگه آزادش نسازی می مردم را، ولی کجا می اما قدر جوان هستن باز استادگی کنن الا نکنن. ببینین انس اقانی رو گفت آزاد نسازی نمی 5000 زندانی رو مردم افغانستان گفتن آزاد نکنن. نه مردم افغانستان ولی اومدن بهانه ساختن، انس اقانی رو رها ساختن، 5000 زندانی رو رها ساختن، یک جرگه نمایشی رو ساختن، انتقاد قسمت بی‌انصافانه است. با آلم باز میان یک جرگه نمایشی و نموج یک چند هزار افغانی که در اونجا جمع شده همه یکش نمایشی خب نبود، هر کس صدای خود کشید، صحبت فیصله ما را کجا عملی کرد؟ فیصله ام نام همین شد که زندانیا رها شود. چرا رها نمی حالی خب تبادل زندانیا طوری بوده که همزمانی که با زندانیای 400 نفر اعلام میشه، زندانیایی که مربوط به اردوی افغانستان هست اینا رها شود، ولی طالبان رها نکردن. قرار بر این نیست که به اصطلاح همه این کارت ها از دست حکومت افغانستان بره در اختیار طالب قرار بگیره. طالبان گامی برای به شروع مذاکرات بین الافغانی بر ندارن. فردا همین مردم با زمین ما آمده در رسانه ها ملامت میکنیم سیاسیون حکومت که شما چرا این کار کردین. حالی هم در بحثی پس بل... مانعی صلح شما کیره میدانین؟ طالبان مانعی صلح هم طالباست، بله، هم کسانی که با طالبان رفتن پروتکل امضا کردن. کی ها؟ آمریکایی ها. آمریکایی ها بدون اینکه به اصطلاح حکومت افغانستان و مردم افغانستان در جریان باشه 18 ماه پشت سر هم اینا رفتن مذاکرات طولانی رو با آمریکا با طالبان داشتن. درست. توافق هم اونا انجام دادن. زمانی این مسئله مربوط مردم افغانستان و حکومت افغانستان میشه که مذاکرات بین افغانی شروع شه. پاسخ تکمیل آقای ابراهیم زاده گفتن که رئیس جمهور نظام را میخواد که از هم بپاشانه. خب نظر آقای کیف ما خود ما در جریان هم نیستم گفتم و تایید نمی کنم، بخاطر کسی که در رأس نظام عملا خودش است. یک دوره ریاست جمهوری کرده، دوره دومش هم شروع شده. ولی صحبتایشون گفتین که نفاق افغانانه است. ببینین ما گفتم ما در مجموع نباید کسانی که میاییم در پشت تریبون ها، ببینین ما هم انتقاد زیاد کردیم از همین حکومت، انتقاد کردیم از همین به اصطلاح دکتر عبدالله، از همین رئیس جمهور، ولی بحثی که فعلا وجود داره ما در یک شرایط مذاکرات صلح بین الافغانی قرار داریم. اینمی جمع ما همه که ما نماینده طالب نیستیم، ما کسانی هستیم که با اساس دستاوردهای 20 سال گذشته آمدیم در اینجا صحبت میکنیم. اینمی دستاوردی است که ما میخوایم این دستاوردها حفظ شود. اگر طالب به عنوان یک تبعی افغانستان میاد در این ساختار و قانون اساسی افغانستان، برای قانون اساسی مشکلات داره، بعد اصلاحات بیاد. خب مطالب را یک بار بانین که یک دفعه در مذاکره
داخل شد و بعد از او بازی شروع کرد. ببینید اون مذاکره هم از خودش شرایطی داره. بله. مذاکرات شرایطی داره که خب به هر صورت آمادگی وجود داره. آقای عبدالرضایی هم صلح میخواهیم، من صلح میخواهیم شما، ولی به این به معنی تسلیم شدن نیست. سپاسگزار. وقفه کوتاه. د خبرون پات برخه احمدی سه اصلي مانې د سولې وای طالبان او هغه څوک دي چې دو سره مذاکره کړي، یعنی امریکایان، نه د افغانستان حکومت. د افغانستان حکومت وای ټول نتاف ورخودلې، تر 5000 زیات بندیان ورخوشي کړي. داسې منونه کیږي چې اوس یوه د طالبان راغوړي ورته یې ارګ واخلي تاسو در تسلیم. زه فکر کوم چې حمایت د یو ضعیف حکومت څخه مستقیمه دښمنۍ د افغانستان د خلکو سره، د دغه سیاسي او فاسد نظام، د دغه سیاسي او نظام چې دی په دوه مو په درېمه حوزه کې دی امنیت نشي راوستلی، حمایت د دغسې نظام خپله د افغانستان د خلکو او د هغه جفرسن ډیموکراسۍ سره دښمني ده. زه فکر کوم چې پر یوه اساسو مبنا باندې ولاړ نه وي. تاسو راسئ بس دغه د جرګې فیصله ده، د بندیان باید ایله سوي دي. نه، ولې فرانسې او استرالیا و د دې صداقت و فرانسې او استرالیا ته دی. دوی ویل د فرانسې او د استرالیا سربازه پوښتنه نه کوي ته څه شته راغلی. د فرانسې او د استرالیا د سربازانو چې د دونه افغانان وژلي دي، نه جواب څوک وایي. صحیح ده؟ بله. د دې جواب څوک وایي خلکو لپاره؟ دا یو بحث دی. دوهم بحث، کله چې موږ وایو چې جرګې فیصله ده، دغه جرګه خو دوی سپکه کړې ده، دا جرګه خو په همدغو باندې سپکه ده. جرګه خو درنه وه د افغانستان کلتور فرهنګ. ولې داسې سي؟ ولې په جرګه کې دی راسي د اوبو د بندو خصه ماته کوي؟ دا بندونه دې خراب شي، دا څه ډول بند دی؟ د ګمبیري دښته چې وخت څه میدان هوایي جین جوړ کړي، پاکستان ټاپه ته پر طالبانو باندې لګې، پاکستان هغې پر طالبانو پر ملابرادار باندې تعزیرات وزه کړله، پر تا تعزیرات نه وزه کوي، په خاطر دې ته پاکستان سره لاس لري، ته پاکستان سره رابطه لرې، تورخم تا باندې خرڅ کړي، وزیر ولی یور واستوله، د اصغر سیم ستا په وخت تیر شو، متهم هغه خلک کوي، هغه خلک به لاس لري، هغه به ارتباط لري، ولې به نه لري؟ هغه د روسیې سره لري، هغه د نورو هیوادو سره هم ارتباط لري. ولې بس دا چې باید موږ حقایقو ته متوجه شو، ولې دا فشاري حرکات باید د حکومت او د پاکستان په مشوره باندې پر امریکا د پاره د لابي د پاره او یا هم طالبان فشار باندې راځي؟ بس دغه دی چې حکومت خپله په سولې د پاره صداقت نه لري، دغه حکومت څخه مسیر ورک دی، دغه د دوی دغه د قطب نما د دوی څه ورک دی، دوی نه پوهېږي چې هر مسیر ته دوی حرکت کوي، دوی بیا وایي یو بل بحران سره مخامخ کېږي، په خاطر دې دې وطن دې خاورې او د قانون سره نه دغه الهي قانون سره دوی صادقه دي او نه هم دغه اساسي قانون سره دوی صادقه دي. ولې یو چکه ستا وایي کماندویان دو سره طالبانو سره بندیان دي، دا باید راخوشي کې، دا د تبادلې پروسه ده. تاسو اتمن د ښاغلي محب خبرې مو اورېدې، هغه هم دغه ټکي ته اشاره وکړه، ویل چې پیلوټان او کماندویان طالبانو سره دي، هغه د یوې موږ ته راخوشي کې. بس دغه دی چې د لوی جرګې فیصله څه شوه، که رئیس جمهور و خپلې خبرې ته احترام لري، که رئیس جمهور خپل موقف پیژني، که رئیس جمهور لویه جرګه پیژني، نو باید دا خلک وسیله سي. بس دغه دی چې دوی معامله کوي، لویې جرګې دا فیصله نه ده کړې. زه غواړم چې زموږ د قهرمان نظامیان، پیلوټان دي، سرباز دي، افسران دي، هر ځای چې دي، هر څوک چې باید ایله سي. دوی دغه لست ولې وخت نه ور کړی؟ دوی ولې دغه موضوع شریکه کړې نه ده؟ دوی ولې دا موضوع د دغه د لوی جرګې د فیصلې څخه وروسته د پیلوټانو موضوع ولې راپورته کېږي؟ خو دا مستقیما خنډ ایجاد دی. تاسو دا 15000 نفر یې لکه پس لغه بیا دنیا موږ در ټوله بلاسې وکړو، طالب ته وایي چې وروره قرار دي پر خپل ځای کښېنه. د تاسو په بس کې دا دی چې د افغانستان د خلکو د نمایندګانو سره به تاسو بحث کوي، هم به د خلکو استاد کښېنې، هم دغه حکومت که ښه دی، که بد دی، که فاسد دی، که غاصب دی، هر څه چې دی خو نن دغه ناست دی، که پخلا راغلی دی، که پرونه راغلی دی، که په تاریخ راغلی دی، خو دغه ناست دی. نن یو دوه نفر استازي د دې د امرس پس دا دی چې رئیس جمهور خپله سوله نه غواړي، د دې لومړی مرستیال امور رسالي سوله نه غواړي، دوهم رسالي سوله نه غواړي، مهم سوله څه کوي؟ څه ضرورت لري وایي اتمر و سولې ته؟ تاسو څه فکر کوئ چې سوله راسي دی بیا دا غلاوي کوي، د بانک برخو بیا څلور ساعته ستا دپاره ځي؟ د دې د ایران دغه زاړه جنراتورونه به دوی راوړي، بیا به د افغانستان خلکو باندې به په کرایه او په پیسو باندې ورکوي؟ دا خو ټول معامله ده. بس دغه دی اصلا د خپل دقندي په خپل خبره دی نه پوهېږي. لویې جرګې لویې جرګې فیصله باید ومنل شي، دغه بندیان باید دوی له کړي وای خلکو مستقیم امریکایان مستقیم فشار باندې را وړي چې هغه نظامي کسان چې ستاسو سره دي هغه ایله کړي، بیا طالبان وایي هغه موږ ایله کړي دي خو نه ایله سوی ده، ممکن هغه هم کسان د دوی سره پاتې وي، هغه باندې به فشار راو، هغه مجبوره دي، مکلفه دي، ملامت دي په دې کې چې ستا 5000 4000 کسان دي، نه کېږي تر څو کسان سل نفره یا اتیا سلامت
هغه به ایله کوي بعد هغه عمر وجې ته رزوبل باسه قاچاق د مواد مخدر د طالبان و کسب نکنه به اروپا و امریکا ته به دغه مشکل چات خیریت دی که افغانستان دوی وایي د جمهوریت نه دفاع کوي انشاءالله اطمن احمدي صاحب تاسو ته بېرته موږ جمهوریت د امریکا د مواد مخدر او د اروپا د مواد مخدر مسؤلیت نه لري هغه خپل مسؤلیت خپله لري هغه په خپله وظیفه کوي دافاهمېده دا رسول ته اشاره سلامات څو ټکو ته اشاره وکي یو خو اته تاسو شخصي بحث دسی وای نفاق افغانانه خبرې باید ونه سي کوم وختل دې ته اشاره وکي دې ترڅنګ د جمهوریت دفاع او د تبادله د زندانیانو فکر کوي دغه بحث څونه صادقانه کیږي د اقل خب ما مثال شما را بدری جواب تو فکر کنم که آقای محمودی پشتو نفهمیدن در گپ نفاق نبود ما تاکید ما به این بود که باید اجماع ایجاد شه حکومت وظیفه شی است که اجماع را ایجاد بکنه حکومت این است که مردم به جان هم پرته حکومت این است که وظیفه حکومت بر نفاق مردم نیست اما عملا اجازه بدید اجازه بدید شما ما را مخاطب قرار دادیم برای ازتان سوال کرد که بله در رابطه با ما بس قانون اساسی را جناب محمودی صاحب در کپای خود برد و حکومت گفت که حکومت دستاورد 18 سال است نه خیر فرق بین حکومت و نظام باید باشه حکومت بخش اجرایی یک نظام یک ساختار است ما هیچ وقت ما مدافع ساختار هستیم ده. ما میگیم که قانون اساسی افغانستان 18 یا 20 سال شده از این جور شده و در دیگر کشورها معمول است وقتی که قانون اساسیش مطابق به مو شرایط عینی جامعه باید آهسته آهسته تعدیل شود تکمیل شود در این تعدیلات بیاید مکمل های بیاید و ما بس مثلا این قانون اساسی را مثلا این را تاکید رئیس جمهور هم است که اینا حفظش میکنن کجا امیر خودشون عملی کرده؟ قانون اساسی را اجازه بدید رازق تیار سپیش شما سوال کنم امیر جواب میدارم کجا از این قانون اساسی را آقای رئیس جمهور مانده به آرام؟ به خاطر کمپاین مگر وکیل نکشید مطابق ماده 87 که او در مقابل یک کسی که طرفدار از این بود خود کاندید میکرد از حق مسلمش کار میگرفت کجای قانون اساسی با وضاحت میگه که اراکین بلند پایه باید افغان باشه تابعیت تن افغانستان داشته باشه این برای من بگه که وزیر تجارتش و آقای احمدی از کجا افغانستان است آله میگن که محمودی صاحب هم گفت که عبدالله مانیزی است دو پنج سال حکومت قبلی کابینه از این بزرگوار تکمیل شده بود امی هم در مخالفت با قانون اساسی قرار بله امی هم که انتخابات شورای ولایتی عقب زده خلاف قانون اساسی نیست وقتی که انتخابات شورای ولسوالی را اجرا نکرده خلاف قانون اساسی نیست او یک تعرض آورده شاروال کابل ساخته یا شاروالای دیگر که مقرر ساخته خلاف قانون اساسی نیست بودیجه را کد 91 که خلاف قانون اساسی تا تصویب نکنه حق نداره بودیجه حیثیت قانون به خود میگیره کجای قانون اساسی را آقای غنی مراعات کرده که ما بگوییم که والا قانون اساسی را کسی دیگه بیا از قانون اساسی دفاع کنه کسی بیا مثل ما مثل خودت که میگیم ما یک قانون اساسی یک دستاورد داشتیم زیر سایه ازی اومدیم از آزادی بیان مگر تهدید نکردن بارها تهدید نکردن کسی که خلاف از اینا صحبت کرده تظاهرات باب گلوله نبستن کجا از قانون اساسی را آقای غنی مراعات کرده ولی مسئله دفاع از جمهوریت و اینا چی میشه دفاع از جمهوریت ببینین دفاع جمهوریت به این معنا نیست که شما مطلق استاد شوین وقتی که میگن که اگر به نقص خودش بود باز میان قانون اساسی رو میگیرن با. اگر به ضرر خودش بود آل لوی جرگی را که ما دمی بس دمی استودیو امرای خودت داشتم گفتم که جرگه نمایشی است خلاف قانون اساسی است وقت کی است خب جرگه را آورد که انانه است وقتی که جرگه فیصله میکنه کیار رها کو میفهمین که این کماندورا از کجا فهمیدن که کماندو پیش پاکستانی است وقتی که احمد الله نبیل به صفحه فیسبوک و توییتر خود نوشته کرد تا بازو خبر نداشتن شما ندیدین که وضع یک نفر دیگه نفر یا گور کردن در نگران هم یک چیز دو سال بعد نفر آمد گفت بیا در بالای سر قبر خود گیریان میکرد که مخوی نیستم زنده آمدن یا ای تونس نماینده آمریکا آقای خلیلزاد 18 ماه وقتی که رفت آمد میکرد یک سره میگفت که ما و اراکین حکومتی را از جریان گفتگو با خبر ساختیم و یا نمیگفت که ما با خبر نیستیم زمانی که این خواست یک تقلب را بالای مردم افغانستان حاکم بسازد در بدل ازی یک معامله کرد و ظلمه خلیلزاد چون میفهمید در یک مجلس دیگه هم گفته بود که این حکومت عمرش کم است به خاطر که معامله کنه و ظلمه خلیلزاد دیپلماسی خود بند نمانه آمدی را گفت خب سعی اسمه دمی مراسم تالیف اشتراک میکنم آقای محیب چرا دول نمیگفت که برادر 150-20 نفر کماندوهای ما در پاکستان اسیر را خورد رحمت الله نبیل بر از یاد داد یا سفیر رحمت الله نبیل گزارش میگیرن خب شاید دقیق نباشه دقیق است اگر دقیق نمیبود رحمت الله نبیل چیز غیر دقیق در صفحه فیسبوکش نمیندازه یا خب دو تا سفیر آمده برات میگه 4000 افغان فیصله ایش قبول نمیکنی دو تا سفیر گپش قبول میکنی
اگر یک مسئله بود مسئله قاچاق براست اجازه بده بله. یک پیام دیگه هم داره به این معنی که به می افغان ها به می کسایی که جد افغانستان حکومت میکنن خونمو فرانسوی و استرالیایی و نمیفهم آلمانی پر رنگ تر از خون می افغان بیچاره است. من اجازه بدین من میگم بله. میگم قاچاق براست در بین ازیان. من قبول میکنم که مو قاچاق براست در بین ازیان. مگر این حکومت بی کفایت بی ظرفیت بی برنامه دروغوی پاپولیست در زندان خود فرق بین مجرم جنایی و مجرم سیاسی را کرده نمیتونه؟ در جرایم سنگین که شما میرین شما هیچ تفکیک کرده نمیتونه. جرایم سنگین طالب هم جز جرایم سنگین است، داعش هم جز جرایم سنگین است، قاچاق برام جز جرایم سنگین است. وقتی که تو فساد اداره هم میکنی جرایم سنگین است. او که در زندان شیش با هم رفاقت پیدا میکنن لست میتن. وقتی که تو حکومت هستی لست نداری. طالب لست از کجا که لست از داخل زندان از بیکفایتی از اینی حکومت ترتیب شده. ما مخالف رهایی زندان‌ها به 5000 زندانی به این رقم بودیم. آل وضعیت قسمه است. من چیزی که گفتم که مسئله نفاق افغانی نیست. من تشویش دارم من حیث یک افغان. من نه پاسپورت هستم نه خانمم خارجی است. من تشویش من این است که من میگم که رئیس جمهور صحتش خوب نیست. حکومت کس دیگه اداره میکنه. رئیس جمهور شما ببینین گاهی یک چیز میگه گاهی دیگه چیز میگه گاهی شعر غلط میخونه شعر شاعری رو شروع کرده گاهی علم ترکیف رو غلط میخونه. در مقابل علم ترکیف میبینی با رقیبای سیاسیش دیل میکنه. میگم ما 15 سال مدرسه خوندیم. این حرکات پاپولیستی است. رئیس جمهور هنوز هم از کمپاین بیرون نشده متاسفانه. سپاسگزارم. چرا به جنبندی حتماً به شما برمیگردیم. موقع امروز یه وقفه کوتاه. بعد از برنامه خوش آمدین. آقای محمودی بحث را جمع میکنیم. مال شما به عنوان یک افغان بگوین. نظامداری همین قسم میشه. در کابل اینا امنیت را تامین کرده نمیتونن. 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. به جوانا کار داده نمیتونن. در پروسه صلح اینا اجماع جور کرده نمیتونن. مانع هم گفته میشه شما انتقادا را شنیدین مانع ایجاد اینا ایجاد میکنن. وقتی از ارگ ریاست جمهوری تا خیرخانه که خانه معاون اولش هست میره بالاتر از 1000 نظامی را میکشه سر کار. بالاخره اینا با یک نحوه بند میکنه باز رئیس جمهور میره اوجا شب نمیفهم قصه از چی است. این قسم حالا نظامداری هم این قسم میشه به این قسم به این وضعیت ما میشه از این وضعیت بیرون شیم. ببینید مشکلاتی را که شما میگین همه ما شما هر روز میبینیم چنین مشکلاتی در این کشور هست و متاسفانه هر روز بیشتر هم میشه. سلمانی مدیریتی است که مشکل داره، ضعفای در نهادهای مختلف وجود داره و من شاگرد حقوق هستم. بحث حکومت با بحث نظام همین حالی هم که ما اینجا نشستیم و صحبت میکنیم و دفاع میکنیم در حقیقت ما ساختار دفاع میکنیم. نظام حکومت امروز یکی است فردا یکی دیگه میه. ولی اگر ما نمی ساختاری را که با زحمات همه افغان ها و با کمک جامعه جهانی تا حدودی نمی ساختار ساخته شده اگر بشکنه ما باش فکر نمیکنم که دیگه پس دهیج اماراتی هم آمده بتونه یا چیز دیگر هم افغانستان به مراتب از وضعیت دهه 90 بدتر شرایط ممکن است شود. ولی بحث ما بحثی است که خب ساختار فعلا در ساختار نمی نیروها وجود دارن. ما آمدیم یک انتخاب با تمام عیب و ایراد هایی که بود و بارها و صدها بار در این تلویزیون ها ما و آقای عبدالرحیم زی از امو انتقاد کردیم. ولی خروجی او باز یک فرمول دیگری شد که ما به هیچ وجه طرفدار نبودیم. ما تجربه تلخ حکومت دو سره را در حکومت وحدت ملی داشتیم که تمام ظرفیت های این کشور و زمانی که در اختیارش بود همه گیره به هدر داد ده. کار نشد و مشکلات به وجود آمد. حالی هم این مشکلات و اینا هست راه حل چیست؟ درست ببینید راه حل این هست که ما بیاییم در رابطه با پروسه ایسول، در رابطه با منافع ملی، در رابطه با بسیاری از مشترکاتی که وجود داره همه اگه دست به دست هم بدیم. حالا یک سر کار داره، یک سر باید پیدا شد ما شما رو دست به دست هم بده. اینا امی حکومت باید یک بار بین خودشان جور بیاره. رئیس جمهور یک بار میگه مخالف سیاسی است، امرالله صالح میگه نه تروریست است. ببین اصلا تعریفی که در رابطه با دوست و دشمن وجود داشته متاسفانه یک تعریف ناقص بوده تا هنوز. تشکر. یعنی میگین اجماع شکل بگیره چیزی که اگر اجماع ما نتانیم به وجود بیاریم اگر ما نتانیم تمام نیروهایی که طرفدار جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستند همگی در یک صف قرار نگیریم خب دیده رویسیم دیگر را با ضعفی را که مخالفین این نظام داشت با مشکلاتی را که اینا داشت از یک طرف در بود
سیاسی و مذاکراتی و از طرف دیگه هم در میدان همیاله میبینیم که کشور به چالش کشیدن. یعنی بحثی که هست ما مجبور هستیم به خاطر بقا، به خاطر آنچه که به تا راهی که تا همکنون آمده ایم همه گید پهلوی هم بسیاریم. رئیس جمهور هم این مکلفیت داره، آقای دکتر عبدالله را میره داره، اتباع افغانستان کسانی هم که فعالین سیاسی و مدنی هستند. اگر میخواییم که امی ساختار حفظ شود مجبور هستیم. در غیر صورت این کشتی میمانه که همه گید در رو سوار هستیم، اگر یکی هم که سوراخ کنه این کشتی را به آب میبره و همه گید آسیب میبینه. احمدی صاحب در ثانیه فرصت در کوالای سود چه باید وسی لاره ده حل؟ ده حل لاره از پدی باوریمه چی نمره باید حکومت یا در دکتر غنی تیم بهتره دکتر غنی تیم وطوری چون در حکومت مناسب پدی خطر نیشه دی اغا زرکت در حکومت بخبال تیم که نلدی او اغا نیت در حکومت چی باید بیلی دی نلدی دی ابتدا که باید دخبال ماوینین سر دخبال تیم سر سولو کی دی پا یو جاخ پا یو خبر اسی دو هم دی باید لوی جرگی اغا فیصلی تا غارک شیر دیا و حرومی پس لغا دی خبرو می کسکشن سلیسی او پاتا سو دا نظام او دا ارزشو دفاع دا ارزشو دفاع خلق کی ارزشون دا کتنی دا مایت زو کور و دا ارزشون دا چکر چکر کری دی دی غلاوی پکش کری دا ارزش پنا ما بندی زنو دا پارا قصرون و بلدنگون دا ایمان کری دی دی وزیران دا دا خلیش پر دا بایی رتمی دا وزیر دا نظام دا ارزشو دا اردو دا پولیس و دا مدافع خلق کی مجد ده دفاع نسی که ولی سید دیر از یاد منن سلامت سوی احمدی سید کور ودان وقت پای ترسی دلی پلن دول با دیبرایمزی سید نظرم وخلو چه باید بوسی ابراهیمزی سید لومی سر که ما در توی ریسی دکتر غنی دل زان سر سوله وکا لخپل اولادو سر سوله وکا بیا دل خپل ماوینینو سر سوله وکا دیارگ منز که دیو سول را ولی و اتفاق نظر دی را ولی اغا دیده دل سی فضلی دیو ده وزیران تاسه گوری چی وزیر دی معلم کرده تی بار کرده وزیر دی خارجی خو پر حالت که سازش کی د دې لزان سره سوله وکړه چې دا به ناممکنه ای کاش د ما خبر صحیح نه زه اوس په سیاسي نه باندې غږ کوم له دې نه چې د مریضانو پوښتنې ته زه یو اجماع را ټوله کړئ زه ډار سوی یم له پرون رئیس دینه زه له دایتي ویشتم د اسد نه ډار سوی یم ما څه دا حرکات لیدلي زه د رئیس جمهور صحت ښه نه وینم او موږ افغانان باید خپل منځ کې اجماع رامنځته کړو ولس باید اجماع ولس اجماع لري متاسفانه د سیاسيونو له خوا په خبر شخصي ګټو په خاطر باندې این اوس د دې غیر سولې پیاد کې یو دوه کس دي چې قسم په ذات خدای ټول اجندا ادا ده چې وای یو نفر دی باید مشخص یو چیرته والی سي حتی طالب په دې سره په دې خبرو باندې په دې جزئیات دی سره بس نه کوي متاسفانه زه نوم نه اخلم چې بیا وسونه وایي څوک نه فقا شي کوم یو زوی خو بنې د کوم یو زوی خو بنې نه نه زه نه غواړم صدا مشخص کوم دا خبرم حتی د سولې آیات ته ویل کیږي چې امریکایان عجله لري مونږه جلن لرو ډیر مننه طالبان اجل لري مونږه جلن لرو یو اجماع ته ضرورت لري دغه ټول سیاسيون له شر مالا تر جنوب له شرق تر غربه دا یو سیاسي اجماع را منځته کا چې دغه اتلس کلیل له لاسته راوړنه او دا نظام خدای مکړه له منځ نه بله سلامت ډیر زیات مننه د تاسو دوه نه چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ د احمدی صاحب نه مننه ستر پای پورې مونږ سره په خبرونه کې ملوث شوم تشکر کې بحث مو را دنبال کردین تا بعد خدا نگهدار. Thank you.